با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که دیگه شماها هم تک تک در اقصا نقاط کشور حس میکنید که حکومت ازم پاشیده است و ترس خامنه‌ای که چشاش اینجوری چقدر چادر زخت سنش بارانه من از مرگ بیشتر میترسه. این حرفا مفت، ما میبینیم بهش، ما میبینیم جهنم. خودش میدونه چه آتش پا کرده، خودش میدونه چه بلایی سرش میاد، خودش میدونه اگه زنده باید چه اتفاق میفته. همه اینا بهش فشار میاره و همون حال شوروی است. یک دفعه از درون میپاشه، هی داره میپاشه. خدمت شما هستم که فلسطینی هم که دیدید چیکارش کردن و همش گفتن اینجوری و بیورزه بودی و فلان بودی و بیسار بودی و دیگه بچه های سپاه و بچه فلان دیگه بچه فرقی نمی کنه. اون زمانی که عقیدتی بود و اعتقادی بود و نمیدونم فلان بودی گذشته، دیگه می فهمند که این حرفا نیست. هر لحظه منتظر سقوط حکومت باشیم، هر لحظه ها لحظه میگم بازم خود زیادی میگم، چون دیگه داخل میدونیم چه خبر هست، بیرون میدونیم چه خبر هست و کاری که ما میتونیم بکنیم همون نافرمدنی است و همون چیزی که باید بشه. الان یکی میگه آقا آب، یکی میگه آقا برق، یکی میگه آقا شد، یکی میگه گاز، یکی میگه فلان، همشون این بز نگاه میکنن، نمیتونن کاری بکنن. بعد پزشکان رو بوده خوشبختانه یک کسی است که یکی از بی عرضه ترین، هم بی شرف ترین، هم بی عرضه بچه‌ها باز در باسن فلسطین چسبیده. بابا اونا توفتون کردن، لعنتتون کردن، بهتون گفتم نمیخوام شما رو، ولی خب یه عادت کردم این مسائل و بحث حجاب و بحث حرفا همشون اون طرف های دیگه هم همینطور هستن. خب من خدمتتون راجع به اقتصاد قطعا همین روزا صحبت خواهم کرد که دیگه فاز بعدیم اقتصاد هست، یه خورده به قول معروف امکانات هم ردیف بشه یا باشم فاز اقتصاد. چون ببین دوستان، ما با این صحبت بحث بهشت به شما ثابت شد، ثابت شد برای یه ثابت شد که نوآوری زیاد دارم و این حرفی که من زدم پاسخ سوال میلیاردها نفر در تو تاریخ بوده. ما آخر نسل میمون هستیم یا نسل آدم هوا؟ دیدین که یه بازی بود، یک کشکر بازی بود، یک حق بازی بود، پدرسوخت بازی بود که یک سری میخواستن بکنن و الان مشخص شد که نه، اینا نیست. حالا بازم صحبت خواهم کرد، حالا یه خورده تیزتر اما صحبت خواهم کرد. اما بحث بعدی من یواشم تو بحث اقتصاد، این روزای چند روز رو بذار بگذره، اینا این ترتیب حکومت داده بشه و حال منم اجازه بده، شما هم که لطف کنید همراهی میکنید و من بتونم برای شما کاری بکنم، کارستون که براتون بماند اقتصادی رو براتون مطرح کنم، هم نوع اقتصاد کشور، هم نوع اقتصادی که باید با دنیا مراوده بکنیم، هم نوع اقتصادی که آزاد باشه، سلامت باشه. الان توی اروپا باورتون میشه صف غذای حلال وحشتناک. تازه فهمیدن غذای حلال اینا یعنی چی. حلال نه از بحث مذهبی شما میگم، بحث این که غذا سالمه، داره قوقا میکنه. البته من بتونم اروپا و اینا دیگه رفتن به فنا، دارن میرن الحمدلله از حلال خوش یه قدمش هست، دارن به فنا میرن و حقشونه. زدن باید بخورن، نواختن باید بنوازن بهشون. حالا کم کم راه افتادن دستای آنچنانی و مسیح 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 میکنن دیگه، اون ناز شخصشون. اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واگن پارس عراق پس از بی‌احترامی مدیر عامل شرکت به کارگران. اینا همه عصبی هستن، داغون هستن، از آینده خودشون میترسن، بی‌احترامی میکنن، هر حرفی میزنن دیگه در اختیار نیست، زبان در اختیار مغزشون نیست. بدتر میشه کارو و خودم خیلی خوب هست. عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، ناترازی برق همچنان پابرجاست. اگه غیر از این بود تعجب بود. یک عضو کمیسیون انرژی اتاق و تجدیدپذیرها در اتاق بازرگانی ایران در واکنش به تداوم قطعی برق صنایع و مشترکان، حسین خانی گفت مشکلات مصرف و تولید برق باعث شده تا ناترازی برق همچنان پابرجا باشد. آقای اولین نفری شد وزیر نیرو، آقای غفوریان نامی بود یا غفوریان مداره، تحصیل کرده آمریکا، آمر شد استاندار خراسان، بعد رفت تهران وزیر شد، وزیر دیگه. از همون ابتدای کار هر کس هر پستی بهش دادن هیچ تخصصی نداشت، هیچ تخصصی نداشت، هیچی شد من فکر همین که باید بشه، غیر از این میشه تعجب میکردیم. بله، گندمکاران همچنان منتظر مطالبات خود هستند. یک مقام صنفی، دولت بودجه ندارد، دولت بودجه ندارد، معلومه ندارد،
یه نفر رفت رستوران غذا خورد، خوب که غذا خورد یارو گاتو گفت پولش رو گفت تو راست میگی، رفت ثابت هر کس گفت تو راست میگی تو راست میگی تو راست میگی، یه نفر گفت شاید بنده خدا پول نده گفت ها 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 تو 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 راست میگی. ما میدون بود چه نداره وقتی پول چیزی که زاکانی میره میده برای واگن برای چیز بیارم برای اتوبوس بیارم وزارت کشور اونجوری خرج میکنه یعنی چی؟ دوزی چی شاخ و دم داره؟ اینا جواب داره خواسته یه جایی میرسه جواب داره نه؟ آخی در حال یه عده بزدل سیاسی و اصلاح طلب با تفکر نزنیم عصبانی میشن اینجا چقدر بددار. من واقعا هیچ کار ندارم، همه کنار اون افرادی که در دفتر خامنه‌ای و این سایت ها کار بکنه اینا رو میخوام تحویل من بدید، تحویل من بدید، من بدارم چه تخم و ترکی هستن، چی ساخته این رو، اینا چه نژادی هستن، این همه بی‌حیایی، این همه بی‌شرم و این همه وقیح، واقعا وقاحت رو به حد اعلی رسوندن. از معاویه بدتره، معاویه وقتی بهش گفتن تو مادر گفت من مادرم میده بر پدرم یک جنه پرستن، اینا همینطورند چقدر آره چیز کردن که حمله کنیم یا نکنیم کنن. اونایی که کردیم میدن باستان بیان بیرون، که صافت نجاست شما چی هستید من نمیدونم، ولی باید بدم شما تجزیه تحلیلتون کنند، باید شما باز کنید چی که صافتتون وجود مغز کرده شماست، چی تو کار گذاشتند. نمیرم و ببینم من یه دوستی دادم به نام بهروز، این تو هنده که بحثش تیکای شعر خیلی قشنگی رو داره، شاخ شعرش بود، من حدود 30 و خورده 40 سالی بشر رو میشناسم، شما بیدید اکثر ایرانی که توی بمبئی هستن نه یزدی هستن، اکثر قریب اتفاق یک نفر غیر یزدی هست، اون هم بهروزه که بچه کرماش هست، یه جوانمرد به تام معناست، جوانمرد که میگم جوانمرد دارم بهتون، هر ایرانی که من بین معرفی کردم رفت خواسته خوشحال برگشت، گفت فرده این نزاش به ما سخت بیزن سوال و از این حرف ها یک جوانمرد به تمام معنی است و روی همین جوانمردی که آگاهی چوب هم میخوره. من چند سال پیش یه آقایی بین معرفی کردم اسمشون بیارانه کنم او معرفی کردم، گفتم آقای بنده خود رو به هم و مشکل برخورد کرد، همین یک کلمه رو گفتم، وقت این چند روز زنگ زد گفت آقا محمد تشکر میکنم بهروز این کار که دست من گرفت کمک کرد فلان کرد بسار کرد، تا دیشب من گفتش که میشه از قول من توی کانال بهروز تشکر کنی، گفتم باید تشکر کنم، باید جوان مرد رو توسعهش داد، باید پخشش کرد، باید این مرد بزرگ رو که دو تا بچه فوق العاده داره در اروپا هستن با افتخار پدر مادرش پدرش هستن، یه شاهکار این بشر، یه چیزی نیست میشه اصلا باورتون سخته ولی در حد توان خارج از توان فوق توان به ایرانی خدمت کرده و میکنه، یه عجوبه‌ایه خدا خیرش بده و منم به نوبه خودم چون خیلی دار کمکشون کرده اونجا، من ایشون از تشکر میکنم و از طرف دوستم هم اسمشو این دیگه خودش میدونه مثلا شما فرز سیاوش مثلا. خب آقای بهروز خان تمام قد من متشکرم از تو و دوستمون از تو متشکرم، خیلی هدی. خب بنزو الا کلا اتفاقا درش میفته، عزاست امشب، فوق عزاست امشب، امروز فردا اینا، چون اینا هر چی که کاشتن بره خودشه بره خامنه ای بره کاشتن تو بنزوئلا کاشتن با امیدی که حکومت بماند، نفت مجانی دادن، بنزین مجانی دادن، پول دادن، طلا بردن، طلا کیلو کیلو تون تون کلا بردن، طلا بردن اونجا که بگن طلازش مثبته و مردم اعتراض نکنند، خونه ها ساختن اونجا، پوره ایرانی بودم اونجا خرج کردند. الان خامنه‌ای فکر می‌کنه هیچ دیگه جا نداره، جایگاه پایگاه نداره، آفریقا بره، هر جی جا سروش روسیه که راش نمیده، چین هم که راش نمیده، اروپا هم که راش نمیده، توجه کردید؟ و میشه اونی که باید به خدمت شما عرض کنم که بشود باخته خودش حسابی خودش باخته، چشا سوسو میزنه این برای میگه نگاه میترسه آخرش پسته ها تخت بود خامنه ای ده این سرم زاده کسافت نجاست آخرش تلق پستا همینه، شک داری نکن همون چالوچوهاش مونده برد. خب من همین روز هاست که میبینم عشق شوق از چشم مردم ایران میاد، خوشحال میشن و نمیشه گذشته رو فراموش کرد، اما میشه
یه کاری کرد و تمام اون کسایی که ظلم و ستم بی حد کردن، با حد بی حد نداره، ظلم ستم به افتضاح کثافته، اونا هم عشق میریزن، اینا هم عشق میریزن. جالب فرق و عشقه اینجاست که اون عشق شور و تلخه، اینی که عشق شوق میریزه شیرینه. باورت میشه؟ چش وقتی شوق داره ذوق داره عشق شور نیست، بعد اونها دیگه روی شوری میرن، ما روی شیری نمیریم. هیچ شک نکنید کیفشو ببرید، حق اونها هم هست. البته اون در چه مسئله وجدانی خودشون غرق هستن، خانوادگی خودشون غرق هستن، در کثافت خودشون دست پا میزنن و هر چی سرشون بیاد بازم کمه. ملت با شما چه کرده بود؟ سوزن پنجم آخوند کثافت نجاست، حروم زاده ها، خب حرف برای گفتن زیاد داشتم. قاعده 13 از چه قاعده شمس تبریزی، اینجاست که فرق عالم، عابد، آخوند مشخص میشه. هر کسی توی دنیا در هر حد و پنجی بود دنبال مرید بود، او خائنه، فرق نمیکنه. از آقای ایکس تا آقای ایگر هر کسی مرید پروری کرد، این آدم خائن به ملت و به جامعه است. هر حدی آقای دکتر، آقای فلان، آقای استاد فلان، اینا استاد نیستن، اینا استاد نیستن، اینا خائنند. میخواد بهتون بر بخوره، میخواد نخوره. اما شمس چی میگه؟ اینو بارها گفتم، باز هم میگم. شمس میگه که در این دنیا بیش از ستارگان آسمان، دیگه از بیشک نداریم که میبینید، در این دنیا بیش از ستاره آسمان مرشد نما و شیخ نما هستند. مرشد نما و شیخ نما، بعضی مرشد و ریش و پلانه. بعد بیش از ستاره آسمان مرشد و شیخ نما هست، مرشد حقیقی آن است، اینو خود تفکیک کنم دیگه، مرشد حقیقی آن است که تو را به دیدن درون خودت و کشف کردن زیبایی باطن رهنمون می شود، نه آن که تو را، نه این که به مورد پروری مشغول شود. یه کسی که داشت تو را قشنگ برای خودش شناسون کار کرد، تو خودت خودت شناختی، حق شناس شدی، از حق شناسی به حق شناسی میرسی. هیچ راهی دیگه نداره، هیچ راهی در دنیا وجود نداره حق شناسی، از حق شناسی به حق شناسی میرسی، به هیچ شکلی نیست. بله. خب با چند که دیگه باتون گذاشتم از افتضاح اروپا و امثال هم، بازم براتون خواهم گذاشت. دوستانی که امروز منو دریافتن از تک تکشون ممنونم. بله خب یه چیزی دیگه هم دوستان خواهشن، باز متاسفانه یه عده متوجه نیستن، ذات دلسوزشون، ذات یه خورد مموششون، مرغ کشتن خروس میاد میره اونجا پرپر بزن. آقا اینها باز همون زمین افسردگیه، بازگشت به عقب جور دیگه شه. هر چیزی که تو رو متاثر کرد بره دیگه هم پخش نکن، نکنید، نه عمدنی کاره میکنن که ما همیشه یادون باشه ما متاثر بودیم، ما افسرده بودیم، ما درگیر بودیم. آقا نکنید، چه چیزی به جامعه اضافه میشه؟ چی یاد میگیرن ملت؟ یک مرغ میکشن میزنن اونجا، بعد خروس میاد یا مرغ همین تو فرق نمیکنه. نکنید عزیز من، نکنید، تو رو جا، تو رو به هر چی میفرسی نکنید، به خودتون ظلم نکنید، به زن بچه‌تون ظلم نکنید، به جامعه ظلم نکنید با این کاراتون. بذار کوچیک میادم بزرگه. قصه ها رو خوردن مردم، نمیخواد شما چه قصه دار بذارید، نگذارید، هر چیز قصه دار رو نذارید، هر آهنگ غم انگیزی هست نکنید، بکنید به خودتونه. من وظیفم گفتنه، نکنید دوستان، نکنید، نکنید. اگه شرف دارید نکنید، اگر یک جو غیرت دارید نکنید، کار بخش نکنید. نارو اگر این مطلب رو بخونی و گریه نکنی، خب گریه که شاکاری، گریه اشک نمون کار شاکاری نیست که، ساختن شاکار خراب کردن که کاری نداره که، خود دانید.
از من گفتن از شما خواهی عمل کنم. خدا نگهدار تا کلی بعد.